خیلی مونده؟ فقط قسمت آخرش. مگه نگفتی امروز ساعت 4 امتحان داری؟ چرا؟ ولی آخه تموم نشده، یخت و کارم مونده. داره دیر میشه، تو برو، من برات تموم میشه. برو برو تو بیا، همین هست. ای خولی، مواظب باش هول نشی. و حالا از آب اضافه به مشتق میگیریم. باقیش باشه برای کنم. خدا بزا با. خدا بزا. آقای بابا قلدستید کاری نداشته باش. حسینی چی کار میکنی؟ باید که آقا نام میخوره دفعه آخرت باشه. چشم آقا رسول برسون، اگه نوشتی مدد رو بدم. آقا رسول برسون. کار میکنی؟ هیچ کار آقا. آقا ایزده چیه؟ خودکارم افتاده زمین، ورداریم؟ وردار. مرسی. خانم حسن،
بله. من دارم میرم بیرون، کاری ندارین؟ نه متشکرم. پس اگه خانم اومدن بگین من الان برمیگردم. خواهش میکنم. این زندگی هر روز من است. دلخوشی من تنها نشستن و مرور روزهای خوشی است که با پدر از دست رفتن داشتم. زمان آرامش زیاد طولانی نیست، چون لحظه دیگر صدای زن پدرم سکوت خانه را می شکند. علی! علی! روابه! کدام گوری هستین؟ این سلام خانم. سلام و زهر مار. بله خانم. ببینم عسل اومده؟ بله خانم. بسیار خوب، بگو بیاد اینجا منو ببینه. چش خانم. کدام گوری داری میری؟ برم خانم عسل صدا. بعدن برو، فعلا صندوقای مشروب از پشت ماشین بردار بیا. چش خانم. کدام گوری داری میری؟ برم صندوقای مشروب از تو ماشین. به رستورانم تلفن بزن برای 10 نفر شام بفرسته. چش خانم. کدام گوری داری میری؟ برم به رستوران تلفن بزنم. بعدش هم با روبا ببرین اتاق خواب منو تمیز کنی. بله خانم. الو؟ سلام پرویز جون. آره بیرون بودم. امشب چند تا از بچه ها میان دوره هم باشیم. ای چند تایی هستن. باشه تا نیم ساعت دیگه. عالیه، قربون تو، خداحافظ. سلام. سلام دخترم. سلام عزیزم. امروز چطور بود؟ برات روز خوبی بود؟ مثل روزای دیگه بود. من نمیفهمم دخترم، تو کی میخوای دست از این دیوونگیات ورداری؟ کی میخوای از این فکرهای بیهوده خلاص بشی؟ دخترای همسن و سال تو الان هر کدوم 10 تا دوست پسر دارن. اونا هر شبشونو با یه پسر تو یه جا میگذرونن، ولی تو مرتب بغ کردی و نشستی کنج اتاق به عکس بابات خیره شدی. حالا برو یه دستی به سر روت بکش و تا نیم ساعت دیگه تو سالن باش. برای چی؟ برای اینکه امشب مهمون داریم. میخوایم شب و تا صبح دوره هم باشیم. در ذهن چند تا پسر جدیدم توشون هست، ممکنه یکیشون به دردت بخوره. ولی مادر جون ما دیشب مهمون داشتیم، پریشب مهمون داشتیم، اصلا از وقتی که بابام مرده ما هر شب مهمون داریم. من دیگه از این مهمونی و مهمون بازی ها خسته شدم. من از اینکه شما هر روز یه مرد جدید آقای این خونه معرفی میکنین خجالت میکشم. من از اینکه بعد از مادرم زنی مثل شما رو مادر صدا کنم شرم دارم. من از کارهای شما متنفرم، از مهمونیاتون متنفرم، از مهموناتون متنفرم، از خودم متنفرم، از شما متنفرم. دعواها و بگو مگوها اعصاب مرا کاملا فرسوده کرده. تن فروشی و هرزگی این زن بغض را در گلویم خفه میکند. حتی خواب در این خانه برای من حرام است، چون صدای موسیقی آرامش را از این خانه میگیرد. تا اونجا که به یاد دارم هیچ وقت شیرینی زندگی را حس نکردم. بارها تصمیم گرفتم که راهم را انتخاب کنم. همه چیز برای رهایی دارم. بله این همان راهی است که مرا آسوده می سازد. Thank you.
اولین باریست که این حادثه برای من پیش آمد. وقتی خوب گریه کردم، تنها تسکین دهنده دردم را در نوشتن خاطرات روزانه یافتم. امشب می نویسم به امید اینکه فردایی برایم وجود نداشته باشد، چون می دانم در آیندهی خیلی نزدیک روزی خواهد رسید که من قدرت کشتن خود را پیدا کنم. از آن سوی شب تو آمدی که کبوترها پرواز کنن. خوشت اومد؟ خوشم اومد، نشم پری. آره حالا بیت دومشو گوش کن. نه داداش، بیت دومشو بده واسه شب تو آمدی که کبوترها. سلام، دیر کردی. امتحانه چطور شد؟ ای بد نبود. یعنی میشه؟ چی میشه؟ که یه نفر انقدر کثیف باشه. کثافت کثافته، کم و زیاد نداره. اون یکی کیفشو میکنه، این یکی باید تونش پس بده. این که حرف کهنه یه، تکراری و قدیم. زنی که همه چی داره، خونه، زندگی، مرد، اما به یه مرد قناعت نمی کنه. چیه؟ باز به جای درس صفحه حوادث خوندی؟ نه بابا. پس برات قصه گفتن. یه زن شوهردار که خود فروشی هم می کنه. این یکی شوهر نداره. فرقی نمی کنه، هرزه هرزه هست. ولی دختره چه گناهی کرده که باید قربونی بشه؟ دختره؟ دختره دیگه کیه؟ همون که این زن زن پدرش بوده دیگه. از کی داری حرف میزنی؟ امروز تو کلاس یه دفترچه خاطرات پیدا کردم. دختره توش نوشته بود که میخواد خودکشی بکنه. قسم خورده بود که بالاخره این کارو میکنه. وقتی شکمت سیر شد، وقتی معنی صفحه اتوبوس رو ندونستی، وقتی زمستون و تابستون با یه لا پیرهن تو خونت راه رفتی و تغییر فصل رو نفهمیدی، وقتی با یه اشاره از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در اختیارت بود، اون وقت تو هم که رسولی کاری جز خودکشی برات باقی نمیمونه. اینه که خودکشی تو آدمای پولدار بیشتر از آدمای فقیره. بعضی ها خودکشی میکنن برای اینکه بیشتر از ظرفیتشون درد دارن. بعضی ها این کارو میکنن برای اینکه درد بی دردی دارن. ولی این دختره اینجوریه که تو میگی نیست. اگه دفتر چشو بخونی میفهمی. شاید اونقدر آدمیت داره که به خاطر عشق میخواد خودکشی کنه. شاید نتونسته تلخی شکست رو تحمل کنه. اینه که افسرده و دل شکسته شده. ولی فکرشو نکن. پیدا کردن یه عشق تازه واسه اینجور آدم ها به سادگی خریدن یه لباس تازه است. بیا بخور. وقتی یه آدم تا این حد ضعیفه که به خاطر عشق دست به خودکشی میزنه، ارزش اینو نداره که آدم دربارش فکر کنه. میدونی استاده، بدیش اینه که ما الان میدونیم اون میخواد خودشو بکشه. اون وقت اگه ما کمکش نکنیم تازه نامردیه. نه، تو دیوونه ای پسر. روزی هزاران نفر تو این دنیا دارن به خاطر هیچ و پوچ جون میدن. فکر میکنی کسی اهمیت میده؟ به این معتادای دورت یه نگاه بکن. فکر میکنی چون نفس میکشن زندن؟ نه رفیق، اونا مردن اما خودشون خبر ندارن. نامردی اینه که ما اینا رو میبینیم و خم به ابرومون نمیاریم. در مقابل روزی هزار تا از اینا، یکم از اونا چه اهمیتی داره؟ تو یه جوری حرف میزنی مثل اینکه کافری. آره، یا رومی روم یا زنگی زنگ. اگه کافری شمر باش و اگه مسلمونی امام حسین، حد وسطش بیفایده است. اگه قرار خوندن یه دفترچه خاطرات یادت بیاره که آدمی، پس فاتحت خونده است. یا باید با مردم باشی و درد اونا رو بریزی به تنت،
یا توی گوشات پنبه فرو کنی تا هیچ سر رو نشنفی. که فکر میکنم این دومیش الان رایش داره. ولی شاید ما بتونیم دختره رو نجات بدیم. این همون چیزی نیست که تو الان میجیم. ما؟ تو؟ شاید، ولی من نه. به من نگاه کن، به چشمای من نگاه کن، به رگای دستم نگاه کن، به دندونام نگاه کن. من خودم مردم. وقتی من مردم چطور میتونم به کسی دیگه جون بدم؟ ایله خواه، تو نمیخواد این کارو بکنی. من اگه تونستم خودم این کارو میکنم. چه کار میکنی؟ چرا کتابا رو ولو کردی؟ دارم برای دختری یه نامه مینویسم که نصیحتش کنم. چه چی؟ که خودشو نکشه. ببینم چی نوشتی؟ سلام خانم عزیز، پس از عرض سلام امیدوارم که حال شما خوب باشد. دیشب من کتابچه شما را خواندم. این درست نیست که شما خودتان را بکشید. بهتر است با زندگی مبارزه کنید. به قول شاعر علیه الرحمه که می فرماید میازار موری که دانه کش است که جان دارد جان. هیچم خنده دار نیست. گفتم هیچم خنده دار نیست. میخنده. خیلی خوب، معذرت میخوام، دیگه نمیخندم. خیلی خوب دیگه، از من دلخوری میدونم. آره حق با توه، واقعیت تلخه. بسو اگه برات بنویسم اخماتو وا میکنی؟ جدی میگی؟ آره جدی جدی. چقدر خرم من، من از اول باید میفهمیدم این حرفا رو که میزدی جدی نبوده. پس آشتی؟ آشتی؟ بزنی علیک درویش. سلام رسول خان، امروز خیلی زود اومدی. والا میدونی چطوری بگم، یه حکایت خیلی عجیبی واسم پیش اومد. ایشالله خیره. چی شده؟ والا راستش من یه پسرخاله دارم که تازه از آمریکا اومده. خب حالا طوری شده؟ طوری که نه، ولی چند وقت پیش با مادرش اینا میره خواستگاری. خب این چه ناراحتی نداره رفیق؟ درسته، ولی بعدیش اینی که عمه خواسته در مورد دختر تحقیق کنه. فامیلی رفاقت برای همین روزاست دیگه. به قول شاعر میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. تو فامیل نزدیکشی، هرچی از طرف ببینی مسلم راست و حسینی میری براش میگی. اینه که حتی خواسته بری راجبش تحقیق کنی. میدونم که این وظیفه منه، درستش همینه که من برای اون تحقیق کنم. ولی عیب قضیه اینه که من اصلا طرف رو نمیشنستم. چی؟ نمیشنستم؟ نه با نمیشنستم. بس فرستادن دنبال نخودسی ها. نخودسی ها که نه، درسته که من دختره رو نمیشنستم، اما میدونم جاش کجاست. خب از اطرافیانش بپرس نشونت میدن، بعد را بیافت دنبالش و زاقش رو چوب بزن. حالا دختره من کدوم محل هست؟ محلش نمیدونم، فقط میدونم روزات و مرسه خودمون درس میخونی. همینجا؟ آره. اسمش چی؟ اسد. اسد. ببینم، همونی که چند وقت پیش باباش مرده. چرا؟ خودشه، میشنسیش؟ یکی بگو که ما نشنسیمش رفیق. میتونی نشونم بدیش؟ به شرطی که مارم تو عروسیش دعوت کنی. اختیار دارین، من عروسی بدون شما میچرسه.
فردا ممکنه بیاد؟ حتما، هیچ وقت غیبت نمی کرد. خدا کنه اتفاق روزش نیفتاده باشه. دختر خانم که اصل نام توست و شگفتا که زهری تلخ به جام توست، بگذاریم که گفتنی زیاد است و گذشتنی از آن گونه که روی آروی توست نگفتنی. تو میخواهی از بودن و نفس کشیدن بگذری و من نمیخواهم. میگویم که نباید. میپرسی این من دیگر از کجا آمده است که گستاخانه نسخه علاج مینویسد؟ من آدمی که لحظات سنگین تنهایش را با خاطرات کاغذی یک اصل تلخ تاخت زده است، از بغض دست نوشته های تو می آیم. دوستانه و نرندانه که غمگنانه، هم درد و هم بغض یاد داشت های تو بودم. تو می نویسی باید که نباشم، نباید که باشم، و من برای تو می نویسم که بخوانی که بمانی. من و تو هر کدام مسافر در به در ماشین قرازه‌ای هستیم که زندگی است. با مسافرانی کنار من و تو، سمت آزار دهنده. با این همه من و تو باید که بمانی و تو میخواهی نیمه های راه پیاده شوی، غافل از این که اگر انتهای راه حتی ایستگاه موعود هم نباشد، من و تو حس پرشکوه رسیدن را که با هم قسمت میکنیم بگذار با هم به انتها برسیم. من و تو نباید توقف کنیم. بگذار خستگی سفر را از پاهایت بگیرم و آرامش را از شانه هایت بخواهم. همسفر، ما را به هوای عاشقانه دستان خانگیت ببر. فقط خدا کنه دختر قبل از اینکه خودشو بکشه نامه را بخونه. جون همگی نمیدونه چی واسش نوشتن. خنگ خدا، اگه خودشو بکشه که دیگه نمیتونه نامه تو بخونه. ببینا حالا دختر خوشگل هست یا نه؟ این چقدر بخره، من که هنو نایدمش که. ببین آقا رسول، من میگم دختره حتما یه عیبی داره که میخواد خودشو بکشه. شاید شله، شاید کوره،
شاید چپه. اتفاقا هیچ عیبی هم نداره، فقط دختره به روحش زیاد فشار وارد اومده. حرفای قلمبه میزنی ها. فشار روحی چیه؟ حتما یه عیبی داره که میخواد خودشو بکشه. نه جونم، یه عده خودشونو میکشن واسه اینکه بیشتر از حد خودشون درد دارن، یه عده هم خودشونو میکشن واسه اینکه درد بی دردی دارن. میگی نه؟ از صادق بپرس. درویش خان سلام علیکم. سلام و مرض. پسر تو کجایی؟ 10 دقیقه زودتر اومده بودیم نشونه میدادم. مگه رفته؟ پیش پای تو. آخه زنگ آخر معلم نداشتم. فکرشو نکن، بالاخره فردا نشونه میدادم. گفتم ما میتونیم کمکش کنیم. مثل اینکه حق با تو بوده. حالا خیالت راحت شد؟ آره، ولی... ولی چی؟ میدونی ساده، درسته که ما با نوشتن یه نامه دختره رو خوشحالش کردیم، ولی از کجا معلوم که اگه باز یه ناراحتی براش پیش بیاد نخواد که خودشو بکشه. منظور؟ به نظر من حالا که اون جواب نامشو از ما خواسته، بهتره که خب ما بهش جواب بدیم. که چی بشه؟ که بیشتر به زندگی امیدوار بشه. دیدی که تو نامش نوشته نامه به زندگی امیدوارش کرده. حالا که ما فهمیدیم نوشته های تو میتونه به اون کمک کنه، درست نیست که نامش جواب ندیم. ببینم رسول، تو حالت خوبه؟ آره. چطور یه؟ چرا اینطوری نیست؟ ببینم تو رفتی دم مدرسه، دختره رو که ندیدی؟ نه. واسه چی این سوال کردی؟ گفتم شاید دختره رو دیدی که اینطور سنگشو به سینه میزنی. نه مرگ تو ساده، همین جوری دلم میخواد بهش کمک کنی. آخه من درد بی مادری رو میدونم، درد بی کسی رو میشناسم. همیشه آرزوم بوده که یه جایی باشه تا بتونم توش پناه ببرم. من به جوجه مرغایی که میتونم هر وقت بخوان زیر بال مادرشون قایم بشن حسرت میخورن. من تنها به دنیا اومدم، بی کس و بی پناه بزرگ شدم. اگه یه شب تنم داغ میشد، هیچ دستی به پیشونه گرمم دست نمیزد، هیچ وقت صدای بابا یا ننه از دهنم بیرون نیومد. با خون شاگردی و پادایی، با جیببری و قالپاق واکنی، 6 ماه حبس غیر قانونی و 2 سال حبس قانونی جون گرفتم و بزرگ شدم. یه روز تو آینه خودم نگاه کردم، دیدم شده 20 سالم، شدم یه آدم بیار و بیکار که 2 کیلو پرونده جیببری و چاقو کشی و قاچاق پشت سرش داره. اون شبی که تو منو جلوی خونت پیدا کردی، تازه از حبس اومده بودم، بی کسی و بی پناهی وادارم کرده بود اونقدر عرق و حلقم بریزم تو این گرد لامصب و فراموش کنم. مست و بی پناه ولو شدم تو شهر و خیابونا، یه آدم آویزون بودم تو یه مش مردمی که مثل زنجیر به هم بسته بودم. اون وقت تو پناه هم دادی، منو به خودت وصل کردی. دیگه من یه آدم ولو نبودم، منم بستگی پیدا کرده بودم. اگه تنم داغ میشد دست تو پیشونیمو میگرفت، اگه لاف از روم رد میشد دستای تو بود که لاف تو زیر گلوم بالا میکشید که سرما نخورم. تو برام همه کسم شدی،
خیلی وقتا فکر میکنم اگه اون شب تو منو پیدا نمیکردی، شاید تا صبح تو سرما یخ میزنم و شناستم و واسه همیشه باطل میشد. صادق، درد بیکسی بد دردیه. میدونم دیشب تونه تو فکر اینم که یه آدمی به این باسوادی که اینقدر خوب میتونه بنویسه چرا باید به کلاس شبونه بیاد؟ اونطور که من تو روزنامه خوندم بیشتر نویسنده ها وقتی بخوان یه کتاب راجع به جایی بنویسن میرن تو همون محل ها تحقیق میکنن. شاید اینم یکی از همونا باشه. تو میگی جواب نامه منو میده؟ چیه؟ خیلی قضیه رو جدی گرفتی؟ نه بابا، فقط از طرز نوشتنش خوشم اومده. اگر قرار نبود که شما کاراتون هفته پیش آماده باشه. چرا گفتی؟ نرو تو که هوا پسه. واسه چی؟ مدیر با صادقان حرفش شده. واسه چی؟ به نظرم کاراش عقب افتاده. یعنی چه شما علاقه صادقو به کاراتون نداری؟ همش تقصیر منه. ببین حسن آقا، اگه صادق سراغ منو گرفت بگو رفت مرز. میری سراغ طرف؟ بعدن واسه میگم. تبریک از اون حسن خانم، ایشالله شیرنی شو چایی بخوریم. شیرنی؟ کدوم شیرنی؟ ای بابا، شیرنی عروسی دیگه. منظور چی؟ نمیخواد بنویسی کنیم. پسرخاله طرف همه چی رو برام گفته. چند روزم هست که میاد در مرسه شما رو میبینه. اما بیچاره عبد شستی هر وقت که اومده یا شما رفته بودیم یا اینکه مدرسه نایمده بودیم. حالا این پسرخاله داماد اسمش چیه؟ رسول. از خونواده خوبی هم هستن، پدر مادر دار با اصل و نسب، البته اینجوری که پسر کاره میگه. بله حسن، ایشالله مبارکت باشه. خیلی ممنون. درمش خان سلام علیکم درویش. سلام و زهر ما. من که پدر سپرده نمیتونم یه دفعه که شده سر موقع بیا. من بازم رفتم. آره همین الان ما تو اون ماشینه. درباره من با پرویز حرف زدی، شدی کپ که سرتو کردی زیر برف، خیال میکنه کسی نمیبینه. چی داری میگی مادر؟ شما از چی حرف میزنی؟ برای من ادای راهبه ها رو در نیار. من از اولش هم میدونستم که چشم دنبال پرویزه. پس تمام غم و غصه هات به خاطر جدایی از اون بوده. از من بدت میومد برای اینکه پرویز با من بود. ولی به خدا من نمیفهمم شما راجع به چی حرف میزنی. پرویز به من اظهار عشق کرد، منم گفتم هر چی گفته به شما میگم. این تنها حرفی بوده که بین ما رد شد. آفش و هرزه یک کسی از ریختت متنفرم. چه صافت هر دو به یه صورت هم، ولی در این تابع متغیر به 0.4 میدهد 0 مساوی با 8 تا به علاوه 4 به علاوه 2 3 به علاوه 10. ببخشین آقا یه لحظه میتونم برم بیرون؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. حالا به اون دو تا تابع متغیر بالایی نگاه کنید، در هر دو ایکس و ایگرگ موجوده.
حالا از این شیگیره یک مشتق میگیریم. خوب توجه کنی. کلاس نمیای؟ اومدم خداحافظی کنم. خداحافظی؟ مگه کجا میخوای بری؟ چند روز میرم خونه عموم تا کارام درست بشه برم خارج. مگه بازم اتفاقی افتاده؟ دیشب بازم پدرم حرفم شد. من دیگه نمیتونم تو اون خونه زندگی کنم. اینی که گفتم فردا شب عموم بیاد خونمون که منو با خودش ببره. پس این نامه ها چی میشه؟ نمیخوای اونم در جریان بذاری؟ فایدهش چیه؟ گیرم که یه نامه دیگه براش نوشتم. اینو من از نظر انسانیت میگم. حقشه حالا که میخوای بری ازش خداحافظی کنی. باشه یه نامه. جون تعطیله برم بشد زیارت. درویش کن. درویش درویش بابا تو کجایی؟ همیشه از قافله عقبی. یعنی بازم رفته؟ مریض خوشکش. بله این دفعه هم رفت. ولی یه نامه برات داده. نامه؟ آره بیا بخون بگی چی برات نوشته. فکر کنم فهمیده زابشو چود بوده. ولی جونه تو من بهش چیزی نگفتم ها. خب بلند بخون چی نوشته. حالا چرا بغ کردی و زانوی غم بغل گرفتی؟ تو فکر قراری هم که دختره باشته. خب این که اعضا نداره. باشه برو سر قراره. برم سر قرار که همه چی خراب شه. خراب شه؟ چی خراب شه؟ خب معلومه دیگه. وقتی من برم سر قرار رو لب با کنم دختره میفهمه که من یارو نیستم. کدوم یارو؟ بابا من نخوندی. دختره نوشته میخواد منو ببینه که از طرز بیانم لذت ببره. طرز بیان؟ چرا میخوندی؟ من که بهت گفتم بالاخره این شوخی کار دستت میده. حالا چه خاکی به سرم میریزه؟ بالاخره میخوای چی کار کنی؟ ها میری سر قرار یا نه؟ نه. پس دختره چی؟ اگه سر قرارت نری و دختره رو منتظر بذاری؟ فکر نمی کنی به روحش لطمه بزنی و یه هوی بره خودشو بکشه ها؟ حتما شوخی گرفته با. پیدا کردم، پیدا کردم، تو جای من میری سر قرار. من جای تو برم سر قرار؟ آره، دختره که ما رو نمیشناسه. اون میخواد نویسنده این نامه ها رو ببینه. نویسنده این نامه هم که تویی. پسر من که از اول بهت گفتم من تو این بازی نیستم. میتونی خودتو جای یه نویسنده جا بزنی. چی؟ من خودم جای نویسنده جا بزنم؟ مایی داره به کله؟ این کار خیلی آسونیه. داخل چطوری؟ اون با من براشو بیا این عینکم بزن. بزن به چشمه. بزن اینم بذار زیر بغله. به زیر بغله. خب بچرخ ببینم. حالا یه خود رابر نه اینجوری کج و کله. مثل آدم و مثل آدم حسابی ها بکن اصا قرم دادی. آخه این چشم عذیت میکنه. چشم عذیت میکنه. چشم عذیت میکنه بابا. چه ذره بینیه. خیلی خوب فردی شیشه ایشو برات میگیرم. ای بین نداره. Thank you.
ظاهرتم عالیه ولی باطنم چی؟ لب تر کنم طرف فهمیده کیم؟ درسته، تو نباید حرف بزنی. یعنی بگم لالم؟ نه، فقط کافیه مختصر و کوتاه حرف بزنی. آخه خودت که میدونی من عادت دارم زیاد حرف بزنم. خب باید جلوی خودتو بگیری. فقط میگی سپاسگزارم، تمنا میکنم، متشکرم، خواهش میکنم. آخه این حرفا تو دهنم نمیچرخه. تو باید تمرین کنی. یه دقیقه سب کن ببینم، سب کن. اصلا فکر کن من دختره. نوشتون چطوری میاد سر قرار؟ یه رو سر یه مشکی سرشه. سب کن. یه پالتوی سیاه. یه عینکم به چشمشه. یه مجلم زیر بغلش. خب حالا من جلوی سینما منتظرتم، تو میای جلو. چه میگی؟ بابا تو من بلد نیستم. حرف نزن، عمل کن. تمنا میکنم، سپاس گذارم، خیلی ممنون. اینا چیه داری میگی؟ بابا خودت گفتی وقتی رستم به دختره بگم سپاس گذارم، تمنا میکنم، خیلی ممنون. اول سلام، این کار اولته. بعد میگی خانم عسل، اون میگه بله. بعدش تو خوشحال میشی و میگی منم رسولم، اون وقت همه چیز درست میشه. شیرفم شد؟ بله، برو بریم. پس شروع کن. ببخشید شما خانم اصلی؟ بله. اخ جون، دیوونه جون گفتنه دیگه چیه؟ خودت گفتی خوشحال میشم وقتی اون گفت بله. خب من اینجوری خوشحال میشم؟ نه، اونطوری که من میگم خوشحال بشو. باشه، را بیفتی که بارو بریم. خانم اصل؟ بله، من رسولم. عالی شد، عالی. ولی اگه گفت براش یه تیکه ادبی یا یه خط شعر بخونم چی؟ اون وقته که گندش در میاد. حق با توه، ناراحت نباش، من یه شعر برات می‌نویسم. تو اونو از بر کن. وقتی گفت یه چیزی برام بخون، تو اونو براش بخون. قربونتم، فقط شعرش آسون باشه. باشه، صبر کن. بنویسم. فقط حواسمو پرت نکن. بنویس. هی که بر کنج لبت خال داری. نه، دست خال نداره، شعرش رو بیخال بنویس. بلی ببخشید، شما خانم اصلی؟
اصل آبجی که مردی که پدر سوخته بیشترم تو خلط کردی که نیاز بفرمایی نری یه چک دیگه هست داره دیرم میشه شما رو میخوندم همش فکر میکردم شما باید آدم پرحرفی باشین از اون آدمایی که فرصت حرف زدن به کسای دیگه نمیدم یعنی بایدم اینطور فکر میکردم خیلی دلم میخواست بدونم آدمی که به این قشنگی چیز مینویسه طرز حرف زدنش با دیگران چه فرقی داره ولی از این وقتی که ما هم دیگر رو دیدیم تا حالا هیچی نگفتیم هیچ حرفی نزدیم چی بگم؟ سپاسگزارم تمنا میکنم شما همه چی رو راجع به من میدونی کی بودم کی هستم کی بودم و کی هستم ولی من فقط در مورد شما اینو میدونم که شما آدمی هستین انسان دوست که قلم خوبی هم داریم سپاسگزارم تمنا میکنم من جدی میگم من امروز فقط برای تشکر از شما اومدم دلم
دلم میخواد وقتی از پیش شما میرم خاطره شیرین تری ازتون همراهم داشته باشم. اینه که ازتون میخوام برام حرف بزنی. فکر میکنم حرفای شما میتونه برام آرامش بخش باشه. چی بگم؟ در حال حاضر چیزی برای گفتن ندارم. پس برام یه چیزی بگو. از شعراتون، از نوشته هاتون، شما حتما شعر زیاد دارین. یکی از شعراتون رو برام بخونی. خواهش میکنم بخونین دیگه. کنار تو نشستم، میان ما نمانده هیچ حایلی. بخونین دیگه. کنار تو نشستم، میان ما نمانده هیچ حایلی. عالیه، بقیهش. کنار تو نشستم، میان ما نمانده هیچ حایلی. خب بعدش. کنار تو نشستم، میان ما نمانده هیچ حایلی. خب بعدش. کنار تو نشستم، میان ما نمانده هیچ حایلی. حایلی. خواهش میکنم. اونجا رو ببینین چه خبره. کجا رو؟ اونجا رو، اونه. کنار تو نشستم، میان ما نمانده هیچ حایلی. بریده بندهای قید، گسستم زبود و هست. تو را نگاه میکنم، تو را که هستی منی. به روی خوب تو نگاه میکنم و هستیم چو پاره پاره های برف. به زیر گرمی نگاه جان فروز تو به یک دم آب می شود. تو مرگ ذره های جسم بی خود مرا نگاه می کنی و من به واپسین دم حیات تو را نظاره می کنم. آی عالی بود. برم، تنها خاطره و دلخوشی من یاد شما خواهد بود. از ایران میری؟ که؟ امشب عموم میاد خونه ما که با زن پدرم صحبت بکنه. چند روز میرم خونه عموم تا کارام درست بشه. یعنی دیگه شما رو نمیبینم؟ متاسفانه همینطوره. خیلی بد. چرا؟ شما چشمای قشنگی دارید. خیلی قشنگ. دلم میخواست برای یادگاری یه شعر برای چشماتون بگم. جدی میگی؟ اگه بخوای. این بهترین یادگاری میتونه باشه که یه نفر طالب من داده. فکرشو بکنی. شما شعر بگین راجب چشمای من. چه؟ من شعر بگم راجب چشمای اون؟ مگه عقلتو از دست دادی؟ هیچ میفهمی چی داری میگی؟ خب من چه اشکالی داره؟ پسر تو دیوونه شدی یا؟ آخه مگه من شاعرم؟ تازه گیرم شعرم من بلد باشم بگم. مگه آدم میشه در مورد چیزی که اصلا ندیده یا نمیدونه چه شکلی شعر بگه؟ من از روز اول میدونستم بالاخره این بازی که تو شروع کردی کم کم جدی میشه و کار دستمون میده. یه روز میگی یه نامه بدیم که خودشون نکشه، بعد میگی جواب نامه هاشو بدیم که دلخور نشه، حالا اومدی میگی یه شعر راجب چشماش بگو. اصلا ببینم مگه قرار ما این نبود بعد از اینکه دیدیش حقیقتو بهش بگی؟ سم ترش کنه و بزن جهنم که میره. تو که این وسط چیزی رو از دست نمیدادی. میدونی پیش خودم گفتم شاید طاقت این زربره نشته باشه، بره کار دست خودش بده. اون میگفت که زندگی دورشو از من داره، نمیخواستم اونو ازش بگیرم. تو دیوونه ای. اگه قرار باشه هر آدمی به خاطر این مسائل کوچیک و احمقانه خودشو بکشه، اون وقت تو این دنیا یه نفرم باقی نمیمونه. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. خودتو ناراحت نکن، نمیخواد بنویسی. من فردا سر قرار نمیرم. اونا که چند روز دیگه میره خارج، جهنم. هر اتفاقی که میخواد بیافته بیافته. حالا کجا میری؟
اقلا بیا برام تعریف کن ببینم چشماش چه شکلیه. نو جرتم نو جرتم. من نگاهتون میخواستم که قشنگترین غزل بود. صحبت از فاجعه عشق با من از روز ازل بود. من یه عاشق غریبم با دلی خون و شکسته. عشق من عشق غروب رو تن پیچک خسته. آخ که چشمات چه قشنگ بود. با غزلهای نگاهت آب میشد دلی که سنگ بود. آخ که چشمات چه قشنگ بود. چه قشنگ بود حرف چشمات با نگاه عاشق من. کاش میموند همیشه باقی لحظه های باقی من. بسم الله. چی درست کردی؟ کباب کوبیده. میگم صادق، تو چه میتونی به این خوبی شعر بنویسی؟ چرا یه کتاب نمینویسی؟ اتفاقا چند وقته خودم تو همین فکرم. میخوام یه قصه خوب پیدا کنم. فکرشو بکن. یه روزی تو یه کتاب بینیم. منم با دستای خودم حروفشو بیچینم. یعنی ممکنه؟ آره ممکنه. امتی شعر واسه اصل خوندم خیلی خوشش اومد. میگفت خیلی کتاب میخونه ولی تا حالا شعری به این خوشگلی نخونده. منم بهش قول دادم که یه شعر خوب راجع به موهاش واسش بگم. گفتی تو بهش قول دادی که یه شعر راجع به کجاش براش بگی؟ راجع به چی؟ راجع به موهاش. آخه لاچردار موهاش خیلی خوشگله، این آبشار طلاست. اگه تو هم موهاشو میدیدی همین کارا میکردی. تو دیوونه ای، دیوونه، دیوونه. نوکرتم، نوکرتم، نوکرتم. تو یه آدم احمقی، احمق دیوونه. جون صادق دفعه آخرم بود. دیگه قول میدم از این غلطا نکنم. تو همیشه همین حرفو میزنی، همیشه همینو میگی. اما باز دستبردار نیستی. غلط بی خود. معذرت میخوام. پاشتو درشا. تو این مدت همش من برای تو حرف زدم، تو همیشه شنونده بودی. ببینی هر دفعه که چیزی برام می‌نویسی بیشتر به طلاق من میشم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم کسی رو تو این اندازه دوست داشته باشم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم این اتفاق برام بیفته. اگه میشد آدم اتفاقات رو پیش‌بینی کنه، اون وقت دنیا رنگ دیگه‌ای داشت. من فقط اینو می‌دونم هر وقت که با تو هستم دنیا قشنگ‌ترین رنگش رو داره. چند وقتی که می‌خوام ازت یه سوالی بپرسم. چه سوالی؟ اگه اون روز که با هم قرار داشتیم به جای من کسی دیگه هم میومد، به اونم همین احساس رو داشتی؟ من تنها بودم، تنها و حسرا، یعنی اینطور تربیت هم کردم. من عاشق پاکی بودم اما تو کثافت میلولیدم. عاشق سبزه بودم اما تو کویر زندگی میکردم. بارها تصمیم گرفتم مثل دخترهای دیگه یه مرد برای خودم انتخاب کنم ولی هیچ چشمی قلبم رو تکون نداد. اون وقت دستای تو رو کاغذ برام کلمه چید. چیزی رو که سالها فکر میکردم فقط یه مرد میتونه به هم بده، نوشته های تو داد. برای اولین بار که قرار شد هم دیگر رو ببینیم، برام مهمی نبود چه چیزی با چه صورتی جلوی چشمم ظاهر میشه. من مردی رو میخواستم که تونسته بود با نوشته هاش کبیر زندگی رو برام پر از سبزه کنه. ولی امروز خوشحالم که اون مرد تو بودی. چی اینو رد شدی؟ نه ای خدا. جعفری، جون جعفر، یارو کورو، یارو ببین که مالی بلند کرده. آره والا خدا شانس ده. جعفری شیطنه میگه. چی میگه؟ رابیو کجا؟
یخت بخت باشه. چه تانیان میره؟ باده بهشو برسید. باده باده ای کامل گرگیر کم آمازه با باده بینم. از این هوا خوشت میاد؟ آره من پاییزو خیلی دوست دارم. خب جعفر این از کجا شروع کنیم؟ از یه چه شروع کن دیگه جعفر این؟ من میگم این آقای خارج جدیه زبون ما رو نمیفهمه. میگی نه؟ نگاه کن. هی آقا، هی موسیو، هی یادن قلی خیلی خریه نشنفتی عجب خریه. دیدی جعفری راست میگفتم، آقای زبون ما رو نمیفهمه. آقای آره، اما خانمه چی؟ یعنی اونم خره؟ آره دیگه، اگه خر نباشه با اون خره را نمیره. آخه حیف این خوشگله نیست که با این کوری را بره. آره والا، خدا شانس بده. میگم جعفری، دوست داشتی جا این آقا کوریه بودی و خانومو میگرفتی تو بغلت فشارش میدادی. گفتی آره والا، خدا شانس بده. آقا لطفاً مزاحم نشوید. جعفری این آقا هم مثل خود ما هست. یعنی هرچی گفتید فهمیده؟ پس چی؟ پس چرا چیزی بهمون نمیکرد؟ خب معلومه خره، واسه این که خره دیگه. آقا خواهش میکنم مزاحم نشوید. جعفری حالا این آقا چرا اینقدر نفس قلم حرف میزنه؟ خب معلومه خره. اینه آخه یه چیزی بهشون بگو. به این آدم های بی‌تربیت چه بگیم؟ دلم میخواست از اون مردایی بودی که الان چاک دهن تو میکشید یه حسابش میرسید. پس اجازه میدی؟ چی رو؟ که چاک دهنم را بکشم؟ آره چی رو که نه؟ اینه که داشته باشی؟ باست آفو توی شلوارم نابود شد. جای دو ساعته که توی دکه منتظرت بودم. تو که پاک خودتو باختی، بهت گفتم که بالاخره شوخی کار دستت میده. شام خوردی؟ نه، من یه خورده خرت و پرت گرفتم، میخوام امشب بشینیم و با هم حال کنیم. تو چته؟ وا کن اون اخماتو. تو راست میگفتی، شوخی بدجوری کار دستم بده. چیه؟ باز چه بغ کردی؟ دلتو از دست دادی ها؟ عیبی نداره، این شطوریه که در خونه همه میخوابه. میفهمم چه ته، حقم داری، ولی من هیچ وقت تو زندگیم به این خوشحالی نبودم. من قسمو پیدا کردم.
مرگ من جدی میگی؟ آره جدی جدی میگم. قصه شما دوتا رو میخوام کتاب کنم. قصه خودمونو مینویسم. چه کتاب قشنگ تر از این هست ها؟ عالی شد. چه شروع میکنی؟ از فردا، از امشب، از همین الان. بخن پسر بخن. امشب شبیه که هر چی بخوای برات مینویسم. هر چی بخوای برات مینویسم. ببینم تو حالا کدوم گوری بودی؟ سلام مادر، ما برای بچه ها رفته بودیم سینما. با بچه ها یا با اون پسر عینکیه ها؟ بله بله بله. چند وقته با این پسر آشنا شدی؟ خیلی وقت نیست. چی کاره؟ نویسنده. آه پس گدا گشنه است. تو رو برای پول و ثروتت میخواد. اون اینجوری که شما فکر میکنی نیست مادر. همه یه مرد و یه جور هست. سر و تا یه کرباستن. فردا بیار من ببینمش. من خیلی زود میفهمم اون چیه تو رو میخواد. اگه فردا شب اینجا نباشه تو دیگه حق نداری اونو ببینی. چشم مادر. اگه تو نیایی ممکنه اون دیگه نداره که ما هم دیگه رو ببینیم. ولی با موقعیت خانوادگی تو، با وضعی که من دارم، فکر میکنی این کار درستیه؟ اگه مادر خودم بود یا اگه بابام زنده بود، من همه چی رو بهشون میگفتم. اونم به خاطر من، حتی اگه میخواستی با هم عروسی کنی قبول میکرد. ممکنه زن پدرت رضایت نده، وگرنه این آرزوی منه که با تو عروسی کنم. من همه سعی خودم میکنم که رضایتش رو بگیرم. اگه بازم موافقت نکرد اون وقت چی؟ چی کار میکنی؟ اون وقت من از اونجا فرار میکنم و برای همیشه میام پیش تو. بریم هر جا که تو بخوای. مگه اینکه تو هم قبولم نکنی. اون وقت منم همون کاری رو میکنم که همیشه میخواستم بکنم. نویسنده هستیم. بله. ولی تا حالا کتابی از شما منتشر نشده. بله. فکر میکنین درآمد شما کفاف مخارج یک زن و شوهر رو میکنه؟ فکر میکنم. ظاهر آراسته، بیان خوب و ادب. اینا برای یک مرد صفات خوبیه. ولی با یه برخورد آدم نمیتونه به ذات کسی پی ببره. از نظر من اصل آزاده، هر مردی رو که میخواد انتخاب کنه. ولی من باید از شخصیت باطنی اون مرد آگاهی پیدا کنم. اینه که فکر میکنم اگه محل زندگی شما رو از نزدیک ببینم میتونم بفهمم شما چطور مردی هستی. محل زندگی یک مرد نمونه شخصیت ذاتی اونه. قبول نداری؟ چرا خانم چرا؟ همینطوره که شما میفرمایید. پس من منتظر خبر شما هستم. با اجازه. به سلامت. حالا چی کار کنیم؟ برای چی؟ آخه من که خونه ندارم. من توی اتاق زیر شیروانی با رفیقم زندگی میکنم. اونجا اینقدر ریخته و ریخته و شروع نکن. من فردا میام اونجا کمک میکنم تمیزش میکنیم. بفرمی. ببخشید. رسولی؟
حالتون چطوره؟ میبخشن که شما رو نشناختم. خوش اومدید. خیلی ممنون. رسول نیست خونه؟ چرا الان میاد، رفته تا سر خیابون. بفرمین بشین. خیلی عذر میخوام. خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمین. میبخشین میبخشین که ما اینجا وسیله پذیرایی نداریم. میبخشین. خواهش میکنم راحت باشین. داغ بدفت. بذاریم ببینم چی شده. دفتتون بعد جوری سوخته. چیزی نیست خوش. پاشین پاشین بیاییم اینجا بشین. میخواستم براتون چایی بریزم. باشه بعدا. پماد چیزی نداریم بزنیم. چرا دفتتون. یه پماد داریم. نه شما بشین من براتون. آخه زحمتتون میشه. شرفتیه کجاست براتون بیارم. واقعا نمیشه. پشت اون کتاب بزرگه. پیداش اصلا چیز مهمی نه؟ اینطور که رسولی گفت شما کارتون حروف چینیه بله؟ بله، بله، درسته، من حروف چینم. رسول مصححه. من هرچی دارم از رسول دارم. رسول در مورد شما خیلی با من حرف زده، من کاملا شما رو میشناسم. سلام، تو کی اومدی؟ خیلی وقت نیست. راستی شما با هم آشنا شدی؟ اونم چه آشنایی، من باعث شدم دست ایشون بزنم. نه بابا، چیزی نیست. یه خود چایی ریخت. شما چجوری اینجا زندگی میکنید؟ اینجا خیلی ریختی پاشیده و تاریکه. چرا پشت اون پنجره رو سیاه زدیم؟ خب برای همین قرار شد تو بیا اینجا درستش کنید. خیلی خوب، پس thank you.
باید می اومدن پیشواز ما. نه سلام. سلام علیکم. سلام. بفرمایید، خواهش میکنم. اینجا؟ نه خیلی یه طبق بارم. اینجا؟ نه ببخشید، یه طبق بارم. بله بله، خواهش توی همچین خوشدونی کسی زندگی کنی. منو با خودش ببره اروپا. خب نرو، مخالفت کن. چی داری میگی؟ تو خیال میکنی من دوست دارم برم؟ ولی اون که نمیتونه تو رو به زور ببره. میتونه؟ آره میتونه. اون قیم منه. من تو به سن قانونی نرسم، بدون اجازه اون نمیتونم هیچ کاری بکنم. پس باهاش کنار بیا، یه جوری این چند ماهارم باهاش بساز. دیشب باهاش حرف زدم، دعوا کردم، دستاشو بوسیدم، به پاش افتادم، ولی فایده ای نداشت. با هم لج کردی. پس بیا خونه ما، بیا با هم فرار کنیم. نمیشه، میترسم برات گرفتاری درست بشه. پس چی؟
کاش این اتفاق نمی‌افتاد. کاش به اون مدرسه نمی‌رفتم. کاش هیچ وقت نمی‌دیدم. من فکر کردم اگه یه مدتی برم خونه عمون، شاید آبا از آسیا بیفته. وقتی زیاد جلوی چشمش نباشم، کمتر بیادم می‌افته. بدون تو، خورشیدم دیگه برام گرمی نداره. اگه قرار باشه بی تو باشم، ترجیح میدم که نباشم. نگاه تو میخواستم که قشنگتری قزن بود صحبتت فاجعه با منت روز ازل بود من یه عاشق قریبم با دلی خونو شکسته عشق من عشق قدوده رو تنه پیچک خسته مبارک. مرسی. تولدتون مبارک. متشکرم.
حال تکو میبری؟ نه اول رقص موافقی عالیه. بذار موزیکو بذارم. یالا ببینم شروع کن به رقص. دم دره میرم خونشون که شنات ناشو برداره. اگه خدا بخواد امروز عقدش میکنم. مبارکت باشه، اما من دلم برای تنگش قصه. من که مسافرت نمیرم، من میخوام ازدواج کنم. ازدواجم مثل سفر میمونه. وقتی زنت اومد تو خونه، وقتی بچه ها دورتو گرفتن، وقتی تو خونت پر از صدای عشق شد، اون وقت یادت میره که صادقم بود. این چه حرفی ساده؟ من هرچی دارم از تو دارم. من ممکنه یه روز خودم رو فراموش بکنم، اما تو رو نه. گاهی اوقات فکر میکنم کاش اون روز اون نامه رو نمی نوشتم که امروز افسردم بود. ساده، تو ناراحتی که من میخوام عروسی کنم؟ نه 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 دیوونه، من از این که تو رو از دست میدم ناراحتم. فکرش نکن، از این به بعدش هم تنه با هم زندگی میکنیم. خب عصری من میام دنباله که با هم بریم محضر. آخه تو باز شاید عقبم باشی. خداحافظ. کاریه که بالاخره باید بکنه. پس تو همینجا منتظر گوشت من برگردم باشه؟ باش.
اجازه خداحافظی رو نداشتم. میدونم که بد کردم، میدونم که دلت از من رنجیده، ولی یه چیزایی هست که تو باید بدون. ما با هم حرفی نداریم. خواهش میکنم، میدونم که به تو بد کردم، من میدونم که میبایست جای مادر تو پر کنم، ولی برات فقط یه زن بابای بد بودم. اما دیگه تموم شد، همه چیز تموم شد. این خونه، این ثروت حق توی، یادگار پدرته، مال توی. پس اگه قرار کسی بره منم، نه تو. چون با مرضی که من دارم امروز یا فردا است. چقدر خوبه وقتی آدم کسی رو دوست داری، چقدر خوبه وقتی آدم تنها نیست، حتی اگه مثل اون دوستت هیچی نداشته باشه. راستی چقدر اتاقش قشنگ بود، چقدر آدم ها تو اون اتاق به هم نزدیکتر بودن، چقدر ساده و بیریا بود، همون چیزی که یه ذرهش هم توی این خونه بزرگ نیست. پس من میرم. برای من هیچ فرقی نمی کنه که کجا باشم، من هر جا باشم تنها. ولی اگه تو خوشبخت بشی خوشحال بشم که لاغل تو زندگی یک کار خوب انجام بده. پس بگم حسی بود مبارک باشه. دارم از تو دارم، ولی بالاخره چی میشه؟ کی براش روشن میشه که من خودم نیستم؟ اون رو که بفهمه چه اتفاقی میفته؟ تا کی میشه بازی کرد؟ بعضی وقتا فکر این مسئله قلبم رو درد میاره. درد دله که درمون نداره. بالاخره یه روزی پرده کنار میشه. میدونستم همه وقتی میخوان زن بگیرن مثل من دلشوره دارن، یا فقط منم که اینجوری هم. شب عروسی غم‌انگیزترین شب زندگی مرد. در حقیقت آدم اون شب میمیره، ولی مرگ با لذتیه. امروز میخواستم همه چی رو براش بگم، بگم و خودم رو خلاص کنم، اما وقتی تو چشام نگاه کرد و بهم گفت میتونم ازت بخوام قشنگترین شعر تو واسه عروسیمون بگی، مثل یه جسد بهش نگاه کردم و حرفمو تو حلقم قورت دادم. هیچ وقت تو زندگی اینقدر خودمو حقیر ندیدم. نه فکرشو نکن، من امشب میخوام رو قصم کار کنم. شعر تو برات میدونیزم. راستی قصت چی شد؟ هنو تمومش نکردی؟ چرا؟ آخه چه؟ فقط موندم پایانشو چطوری تموم کنم. بدیش اینه که تا الانم نمیدونم آخرش چی میشه. خدا کنه آخر خوشی داشته باشه. سلامتی. به سلامتی تو و عروست که ما را از هم جدا. دیوونه، ما همیشه با همین، چه اینجا چه جایی دیگه، چه با عروس چه بی عروس. دلم برای تنگ. کاش مثل قدیم بود، کاش بین ما کسی نبود. باری وقتا به تنهایی دیوونت میکنم. آبه من که نمیمیرم، من هر جا باشم برای تو رسولم. واقعا رسول زندگی من. شاد ما عروس مبارک. Thank you.
سلام صادق، چرا دیر کردی؟ بی تو بی تو؟ نه نه نه، قربونت. یعنی چی؟ من نمیخواد تو. چیزه، آخه سر ریختم خیلی ناجوره. میرم یه همون اسلام میکنم و زود برمیگردم. ای بابا خب بیا همینجا همون کن. نه آخه لباسمو باید عوض کنم، ناجوره، میتونی؟ پس زود بیا یا ما منتظرتیم. اصل مرتب سراغت میگیره. بیا نامتو نوشتم. ایشالله که خوشبخت فداتم. ما شام نمیخوری تا تو بیایی؟ باشه باشه حتما. راستی راستی قسم امشب تموم میشه، بالاخره آخرش پیدا کردم. الحمدلله. داماد کو کجا میخوایی برفتیم آخه؟ کجا رفتیم؟ رفتی که اومد با هم میرفتیم. تو برو تو، زنت منتظره تو. زود بیایی. باشه میام. بالاخره تو. چی بود؟ صادق بود. چرا نایمد خیلی؟ گفت میخواد بره لباس شو عوض کنه و برگرد. بیدشم باشه که با من است، حکایتی نیست که تعزیتی است، ناگفتنی، تکرار ناشدنی. از آن دست که حتی برای تو این همیشه همراه، این رفیق در بدری پذیرفتنی است و باور کردنی. اما عزیز، تا در یاد می گنجد زخم شب گریه های مرا مرهم بوده، دردا که حالیا خود زخم شده ای بی که مرهمی باشی. بگذار ساده تر بنویسم،
و از ابتدا بنویسم، از ابتدای ما بنویسم، از من و تو که با یک دفترچه خاطرات ما شد، دفترچه ای که در آغاز بهانه ای بود برای سرگرمی و نه حتی انگیزه ای برای شروع یک رابطه. صاحب آن همه درد کاغذی خود کشتن را از یاد برد، غافل از اینکه دخترک که زنده از ما بود تو را ذره ذره و نفس به نفس میکشت و اینک آری مرا میکشد در انزوا در سکوت. من که یک روز به جای تو مینشستم و برای صاحب چشمهای عسلی نفسهای یک عاشق را به شعر میبخشیدم، خود ندانستم که این تو یک روز خود من میشم. باری رفیق، من عاشق چشم عسلی تو با قامتی خمیده، شانه زیر بار شرمی سنگین و حسی ننگین تا شده چون فانوس، باید که از میان شما کم شدم. من نباید باشم، من برای شما زهری در جام روزهای عاشقانه تان خواهم بود. من نباید باشم، باید که نباشم، باید که برمم. نفسهای آخر من پیشکش هجله عروسی تان، ارزانی خوشبختی تان.